یکی از گذشته سرطان، خب سرطان کلیه متداول هستش و متاسفانه درمانش خیلی محدوده، ولی متداول ترین انگیزه یه ناهنجاری کار کرده کلیه ها یکی بیماری قند هستش که میتونه این کار کرده این عضو رو به شدت مختل کنه، خصوصا اشخاصی که قندشون کنترل نشده در طی سالهای متوالی، اینها دچار ضعف مزمن کلیه میشن که در خاتمه احتیاج به دیالیز هست. درسته. که بسیار بسیار کیفیت زندگی متاسفانه پایین میاره. انگیزه دوم فشار خون هست. بیماری فشار خون خصوصا اگر کنترل نشده باشه انگیزه خیلی متداولی هست برای از کار بردن، از کار انداختن کلیه ها. و سومین انگیزه هم استفاده از مواد سمیه، که چون میدونیم کلیه ها نقش تصفیه خون رو دارن، اشخاصی که از مواد دارویی استفاده میکنن که سمیت خاص روی کلیه داره میتونه مثلا خیلی از موادی که در شیمی درمانی استفاده میشه، خیلی از موادی که در داروهایی که برای ضعیف کردن سیستم مسکن مثلا کسی که مرتب بله، بله واقعا استفاده بیش از حد از داروهای ضد درد میتونه ناهنجاری های برگشت ناپذیر روی کلیه داشته باشه در دراز مدت. بله. من محمد رحیمیان، مشاور انواع بیمه و سرمایه گذاری، مدیر شرکت این شوفین. تخصص من در بیمه عمر، بیمه از کار افتادگی، بیمه بیماری های سخت، بیمه دارو، درمان و دندان، بیمه وام مسکن، بیمه بیزینسی و گروهی، بیمه های مسافرتی و تحصیلی و همچنین سرمایه گذاری تحصیلی RESP و بازنشستگی RRSP است. لطفاً جهت مشاوره رایگان با من تماس حاصل فرمایید. من در خدمت جامعه خصوصاً ایرانیان عزیز هستم. خب بینندگان عزیز، اگر سوالی دارین در زمینه بیمه میتونین با ما تماس بگیرین 905-370-2011. همین الان میتونین که به ما زنگ بزنید. خب آقای رحیمیان، لطفاً توضیح بدین برای بینندگان ما، اگر که کسی دچار بیماری کلیه شد، در نظر بگیرید که خب دیگه توانایی کار کردن هم نداره، حتی کار معمولی، و قبلا بیمه رو گرفته 100%، حالا بیمه چه کمکی میتونه بهش بکنه؟ من میخوام اون دورنما رو برای یه شخص در واقع به وجود بیاریم که خب حالا الان من سالم هستم، ولی حالا یه فشار خونی دارم، ولی ممکنه دچار بیماری کلیه بشم و نتونم کار کنم. اگر حالا بیمه بگیرم اون روز چیکار میتونم؟ بر اساس ترمز اف پالیسی، یک اگریمنت، یک قرارداد، یک ترمز پالیسی مشخصی داره. من اینو تکرار میکنم که بعدا سوء تفاهمی به وجود نیاد. بر اساس ترمز اند پالیسی یه بیمه موظف عمل بکنه، یعنی پوشش مناسب رو بده. در این خصوص هم همینجور ما دقیقا داریم این مطلب رو که به علت در واقع کیدنی فیلر ما میتونیم پوششی رو پرداخت بکنیم که این مبلغ میتونه اول قرارداد فرد در قراردادش قید میشه. چه عددی؟ این عدد میتونه همونجوری که عرض کردم بین 25,000 دلار تا 2.5 میلیون دلار کانادایی باشه. پس فرد به واسطه اینکه کانادایی هست این قرارداد رو میبنده، میتونه چنین مبلغی رو دریافت بکنه. یعنی به محض اینکه تشخیص داده شد بیماری کلیهش، میتونه که دریافت کننده اون پول باشه. درسته؟ ضمن اینکه بله، ضمن اینکه خیلی موارد دیگه هم هست. ببینید یک فردی که دچار بیماری کلیوی میشه احتیاج به موارد پارامدیکال داره. درست. احتیاج به دارو داره. باز هم جزء پوشش هست. ما آن لیمیت در بعضی از پلن ها میتونیم دارو رو پوشش بدیم. به محض اینکه مشخص شد این بیماری رو داره، از طرف پزشک میتونه گیرنده دارو این بگیره باشه. بله. چون میتونه پزشک این دارو رو براش تجویز کرده و میتونه بگیره. یا اینکه بحث دیگه‌ای که مورد نظر ما هست، عدم توانایی انجام کار هست. وقتی که بحث عدم توانایی انجام کار به وجود میاد، فرد
حالا دیگه نمیتونه کار کنه، باز میتونه دریافت کننده مبلغی باشه ماهانه، حتی کارهای فکر میکنم معمولی شخصی. یعنی الان شاید میخوام یه موقع سوء تعبیر پیش نیاد برای بینندگانم که فکر کنن منظور ما اینه که حتما نتونه سر کار بیرونش بره، حتی کارهای معمولی که تو در خونه انجام میده، مثلا به تنهایی نتونه حمام کنه، به تن درسته دقیقاً. یعنی ما بعضی از پلن ها داریم، چون همونجوری که عرض کردم اپلیکیشن های مختلفیه درست. برای همینه که خواهش ما اینه که در واقع پیش قضاوت نشه و حتما با ما در میون بذارن، کیس ما باید مطالعه بکنیم و اون پروپوزال و اون راهکار رو ارائه بدیم. راهکاری که ما میتونیم ارائه بدیم در یکی از اون مواردی که شما فرمودید، اپلیکیشنی که وجود داره، اینه که شخص وقتی نتونه دو فعالیت از 6 فعالیتش رو انجام بده، میتونه دریافت کننده بین $1,000 تا $8,500 باشه. و جالب اینجاست که ما پروف آف اینکام رو نمیخوایم، ما اون موقع برعکس دیسابیلیتی که حتما رابطه مستقیم با شغل طرف داره، اینجا برای ما مطرح نیست. همون مطلبی که شما فرمودید، یعنی با اون صحبت قبلی من متفاوته این موردی که میفرمایید، یعنی اینکه فرد چون که نمیتونه دو فعالیت از هیچ فعالیتش رو انجام بده، فعالیت های روزانه شو نمیتونه انجام بده، حالا میتونه دریافت کننده باشه. دریافت کننده چی باشه؟ دریافت کننده مبلغی باشه بین $1,000 تا $8,500 در ماه، این کامیه که حالا میتونه بهش کمک بکنه برای پرداخت مورگیج خونش، برای هزینه هایی که داره. بله، چون همه اونها پابرجا هستن دقیقاً. یا هزینه های دقیقاً این با اون مبلغی که ما لامسام دریافت میکنیم باز متفاوته، چون اونجا به لحاظ تشخیص پزشک بر اساس بیماری کلیوی میتونست دریافت کننده باشه، اینجا به لحاظ عدم اکتیویتی و فعالیت. این در واقع شناخت از اتفاقاتی که میتونه پیش بیاد یا اپلیکیشن هایی که میتونه متفاوت وجود داشته باشه، میتونه به ما همش کمک بکنه برای اینکه بتونیم حفاظت مالی برای آیندهمون داشته باشیم. درسته. خب اگر موافق هستین بریم از زبان دکتر پردیس بشنویم راه های تشخیص بیماری کلیه را. ببینید بیماری های کلیوی در طی چکاپ سالیانه طبیب معالج، طبیب خانواده میتونه هر سال این کلیه، کارکرد کلیه رو چک بکنه. آزمایش خون به طور ساده نشون میده که آیا این شخص دچار ضعف کارکرد